هر اتفاقی که میافتاد باید سکوت میکردی. تو میدانی ما و برادرت را گرفتار چه خطری کرده ای؟ دیگر در امان نیستیم، هیچ کدام ما نیستیم، مخصوصا پسرم اسکندر در خطر است. باید چاره ای بیابیم. ذوالفقار همسر من است. او تنها یک خدمتگزار است. نزد برادرت چه ارزشی دارد؟ به جهنم میفرستمش. نه والدم، هرگز، هرگز، حتی لحظه ای به آن فکر نکنید. ذوالفقار سکوت میکند. از کجا بدانیم او سکوت میکند؟ مگر ضمانتی دارد؟ دارد، ضمانت دارد. من هستم. اگر به ذوالفقار آسیبی برسانید، من شما را هرگز نمی بخشم. بیس خاتون آرام، یاسمین خاتون را ندیده ای؟ نه والله آقا، از دیشب تا به الان ندیدمش. یا الله، گویا آب شده و در زمین فرو رفته است. من کاری نکردم، من کاری نکردم. سلطانم، سلطانم، تو را به خدا این کار را نکنید. اون نور چشمی معصوم سرور من است، چرا این کار را میکنید؟ معصوم؟ هنوز هم در چشمانم نگاه میکنی و دروغ میگویی بلبل آقا؟ او یک خبرچین است. سلطانم، سلطانم، این کار را نکنید. دختر اگر چیزی میدانست خب حرف میزد. سلطانم، او در حال مرگ است. تو را به خدا کاری نکنید که پشیمان شوید، خواهش میکنم. یاسمین خاتون، واقعیت دیر یا زود مشخص می شود بلبل آقا. آن روز سر همه ی کسانی که به سرورمان خیانت کردند بریده می شود. خاتون، خاتون، بهتر از به کسی حرفی نزنی. اگر هم بگویی کسی حرفت رو باور نمی کن. خاتون تمام شد، نترس خاتون، دیگر گذشت. آرام باش، آرام باش خاتون، نترس، گذشت، تمام شد، آرام باش، آرام باش. والله که بنده خوش اقبال خداوند هستی. اگر کمی دیر می رسیدم دیگر باید تو را در تابوت می گذاشیم، گفته باشم؟ نترس. تدارکات برای عبادت و تأسیس مسجدم تمام شده است ذوالفقار؟ تمام شده است سرورم. جارچی ها در تمام شهر مردم را به مسجد دعوت می کنند. عالی است. بعد از خیانت های درویش و ناسوح پاشا فکر می کردم نمی توانم به کسی اعتماد کنم. تو برخلافشان بودی. سال هاست که با درستی و وفاداریت نشان دادی ناحقی کردم، لکن این اواخر کمی عجیب هستی. چیزی هست که نمیدونم. بیا.
سرورم. اسکندر، وسایلی که میخواستید را آوردم. عالیست. در وقت دیگر صحبت میکنیم. سلطانه، نترساندم اتون که انشالله. ترساندن من به این سادگی هم نیست پاشا. فهمیدم که چرا وزیر اعظم خلیل پاشا دیروز اینجا بود. به زودی ازدواج خواهید کرد. آیا اشکالی دارد؟ به نظرم دارد. متوجه نشدم، چرا؟ از تفره رفتن در حرف خوشم نمی آید. سخنران خوبی هم نیستم. اما اولین لحظه‌ای که شما را دیدم، اولین لحظه‌ای که به چشمانتان نگاه کردم، گفتم معنای تمام زندگی در چشمان شماست. دقیقاً مانند اکنون. این چه گستاخیست پاشا؟ دیگر هرگز با من اینگونه صحبت نکنید. چیزی نمانده بود صحبت کند. آن بلبل منحوس کار را خراب کرد. اصلا نفهمیدم از کجا پیدایش شد. خاتون بیگناه نیست جنت. دیگر هرگز نمیگذارم با احمد تنها باشد. به خلیل پاشا برای بررسی این دختر پیغام فرستاده بودیم. هنوز خبری نشده است. خبر بفرستا بیاید. حداقل باید برای مسئله دلربا به ما جواب پس بده. اطاعت می شود. لکن اول من میخواهم با شما کمی صحبت کنم. مهمتر از همه، بدون اجازه آقایان بیرون نمیرم. کدام از برادر؟ ببین آنجاست. سپید پوشیده؟ خیر خیر، آن که روبروی ماست. نامش آنجلاست، فهمیدم. والدم نام ملک سیما رو برگزیده. دقیقاً نامی مانند صورتش. واقعاً نیست سیمایش، چون فرشته هاست. خیلی هم زیباست، نه؟ زیباست برادرم. اگر متوجه شدی خیلی زیباست. اینجا بهترین جای زندگیست خاتون. سال است که در خدمتتان هستم سلطانم. نه شبی داشتم نه روزی. میدانید که من نیز بنده ناتوانتان هستم. پایانی دارم. خسته شدم سلطانم. اگر اجازه بدهید میخواهم برکنار شوم. دلیلش چیست جنت؟ دلیل خاصی ندارد. فکر میکنم دیگر وقتش است که از کارهای حرم کناره گیری کنم. در این باره من تصمیم میگیرم سلطانم. این موضوع تمام شد جنت. به خلیل پاشا خبر بفرست. اطاعت می شود. مصطفی. سرورم. زمانی به تو قولی داده بودم مصطفی، نمیدونم به یاد داری یا نه. قرار بود وقتی بزرگ شدم ساختن کشتی با چوب را به من یاد بدهید. درست است. اکنون وقت آن است که به قولم عمل کنم برادرم. بیا بنشین.
اینجا رو ببین. مهم این است که چوب خوبی را انتخاب کنی. چوب گردو از همه بهتر است، مقاوم است و راحت شکل می گیرد. فرصتی به دست آورده ای شاهزاده‌ام. فرصتی دست نیافتنی. این را بردارید. زود باشید شاهزاده، بردارید. کاری که باید انجام دهید خیلی آسان است. پشت گردنش فرو کنید تا این کار همینجا تمام شود. او را بکشید. تا سلطنت برای شما شود. خاتونی که تازگی به حرم آمده، یاسمین کیست؟ شجرش، گذشتهش، گفته بودم تحقیق کنی. دستور دادم سلطانم، منتظر خبر هستم. انشاءالله که همینطور است، زیرا این روزها حواست جای دیگری است. به زودی ازدواج خواهی کرد. سلطانم، من حلیم سلطان پیشنهاد دادند، فقط چون هنوز قطعی نیست. به خاطر مخالفت هم سکوت کردی، درست است؟ اگر داماد خاندان بشوم قدرت و اعتبارم بیشتر می شود. برای شما فایده بیشتری دارم. برای من یا همسر آینده تان و والدش حلیم سلطان؟ چطور همه به دنبال خیانت کردن هستند؟ به محض آزاد شدن شاهزاده مصطفی دست به کار شدند. اول باید ضربه های محکم بزنی مصطفی. بعد برای حالت دادن باید ضربه های آرامتری بزنی تا چوب نشکنه. منتظر چه هستی شاهزادم؟ زود باشید. شاهزادم، قبلا این کارا کردید؟ کنیزی که برای کشتنتان آمده بود کشتید، باز هم می توانید انجامش دهید. شاهزادم، اگر به سلطنت برسید دیگر جلادها به سراغتان نمی آید. دیگر وقتی می خوابید نیازی نیست از چیزی بترسید. می توانید آسوده به خواب بروید. زود باشید شاهزادم، زود باشید، بزنید. مصطفی، شاهزاده هایم. بزرگترینشان عثمان، مهمت، مراد، قاسم و بایزید.
ابراهیم هم هست، لکن او هنوز در گهواره است. شاهزادم، مدتی بود که میخواستم شما را ببینم. قسمت به امروز بوده. فردا مسجدم برای عبادت بازگشایی می شود. همه ما آنجا خواهیم بود. می خواهم تو را هم در کنارمان ببینم مصطفی. سرورم مرا عفو کنین. چون این چیزی نمی شود مصطفی. همه مردم باید ببینند که برادرم در کنارم است. انشاءالله که خوب هستی. تمام شد. این را بگیر، با داروی سرورمان مخلوط کن. ببین این آخرین است، دیگر کارت تمام می شود. تو را به خیر و مرا به سلامت. من نمی توانم. سلطان احمد با من خیلی مهربان است. دیدی که چه بر سرم آوردند. نه من نمی توانم. یعنی چه که نمی توانم خاتون؟ به خودت بیا، آرام باش. ببین، به خودت بدی نکن. فراموش نکن که با چه قصدی آمده ای. بگیر. سلطانم، تو بیرون منتظر باش بلبل. چه شده از دلربا؟ به من بگو. والدم، من بسیار فکر کردم. ازدواج من با خلیل پاشا با این شرایطی که دارد به نظرم مناسب نیست. میتوانم با فرد بهتری ازدواج کنم. مثلا؟ مثلا با وزیر دوم داوود پاشا. داوود پاشا؟ تا کنون اصلا درباره‌اش چیز خوبی نشنیدم. فرد ظالمی است، دشمن زیاد دارد. ما نیز دشمنان زیادی داریم والدم. دلربا، چرا این چنین حرف میزنی؟ نکند با پاشا ملاقات داشته ای؟ آیا تو را تهدید کرده است به خاطر آن کنیز کشته شده؟ به او ربطی ندارد. او آن روز به بهای جانش کمک من کرد. دیگر تیر از کمان رها شده است. خلیل پاشا خبر فرستاده فردا با سرورمان درباره ازدواج صحبت می کند. اجازه خواهد گرفت. همه اینا رو خوانده ای؟ معلوم است که خوانده. سالها زندانی بوده است. دیگر می خواسته چه کند؟ مهمت، شاید خوب باشد کتاب‌های مرا هم ببینید. هر زمان که خواستید بیایید. میایم. فریب این دلسوزی‌ها را نخورید شاهزاده‌ام. تمامش دروغ است. تمامش فریب است.
شاهزاده، اولین کارشان بعد از به سلطنت رسیدن گرفتن جان شماست. دیگر ساکت شو. به حرف تو گوش نمیدم. برو. گوش نمیدم. برو دیگر. برو. دیگر رهایم کن. شاهزاده هایم. برو. امروز خیلی خسته شدن. اگر اجازه بدهید کمی استراحت کنند. برویم. چه می کردی؟ دستور صفیه سلطان من بود. یاسمی، فقط یک وظیفه داری، اون هم تسخیر قلب سلطان احمد و دور کردنش از کشم است. از این به بعد دیگر زهری در کار نیست. تمام شد. فهمیدی چه گفتم؟ فهمیدم سلطانم. باز کنید. شاهزادم، نتوانستم از شما تشکر کنم. آن مرد ظالم مرا از دست او نجات دادید. مهم نیست. آن لحظه احساس کردم باید کاری انجام بدم. معلوم است عثمان پسندیده. دیگر مشخص از جایی فکر کردن ندارد سلطانم. برای شب حاضرش کنید. نزد عثمان برود. با والدم هم دست شده و من رو احمق پنداشتید. مرا بازیچه کردید. اگر می دانستم که قصدتان این است، مگر می شد که خاتون را به سرفر من هدیه بدم؟ هاشا سلطانم، به خاتون هشدار دادم بلبل. تمام شد. فهمیدی؟ من اجازه نمی دهم که به سرفر من آسیبی برسانید. بیا. جنت، سرانجام توانستم با کشم سلطانمون صحبت کنم. همونطور که حدس میزدی بود. اصلا جدی نگرفت. اگر مصمم باشی و اصرار کنی مجبور است که بپذیرد. او هر روز از من سوالاتی میپرسد. کجا میروی؟ چه میکنی؟ در حرم هر روز یک اتفاق می افتد. اوف، پشت به خنجر زندگی می کنیم. دیگر خسته شدم. والله خسته شدم.
ملک، تو برای چه آمدی؟ آمدم تو را ببینم. شب به اتاقت میایم. زیرا موضوع مهمی هست که میخواهم به تو بگویم. سلطانم. ملک، تو به حرم بازگرد، با کودکانم بازی کن. اطاعت میشود سلطانم. ملک ماننده خواهر من است، میدونی که قلبی بسیار مهربان و حساس دارد. اصلا نمیخواهم دلش بشکند. اگر تو نیز این گونه رفتار کنی بهتر است. متوجه منظور شما نشدم سلطانم. اسکندر، ملک به تو حس خوبی دارد، میدونم، لکن تو نمیخواهی. فاصله بگیر تا امیدوار نشود. اگر او را اذیت کنی، من تو را مجازات میکنم. گفتم تا مخصوص تو آمادهش کنند. فردا برای مسجد میپوشی. بعد از این همه سال مردم من برای اولین بار تو را میبینند. باید بگویند شاهزاده مصطفی شاهزاده موقری شده است. بگویند. بگویند که سلطان احمد با شنیدن اینها دوباره بترسد و جلادها را به سراغت بفرستد. من دوست ندارم بیایم. چرا مصطفی؟ چقدر میخوای خودت را در این اتاق حبس کنی؟ برو بیرون، برای روحت خوب است، خواهی دید. مرا میکشند، میکشند. بعد از این دیگر کسی به تو آسیب نمی رساند. هرگز اجازه نمی دهم. قول می دهم برادرم. به من اعتماد داری؟ اعتماد نکنید شاهزادم. قبلن هم نتوانست از شما محافظت کند، باز هم نمی تواند. کسی به جز من نمیتواند از شما محافظت کند. بسته هست، بسته. ساکت شو پنهان آقا. مصطفی ساکت شو. پنهان ساکت شو. مصطفی حالت خوب است؟ برادرم خوب هستی؟ کسی نیست دلربا، تو برو بیرون، مرا تنها بگذار. میخواهم استراحت کنم. بیا. خدایا تو فرزندم را حفظ کن، از او محافظت کن، یاریش بده.
از نزد مصطفی می آیم والدم. چشم و گوشش دائم به سوی در است. با شنیدن هر صدای پایی می ترسد. می ترسد که باز جلات ها بیایند. وقتی او را در این حال می بینم نابود می شدم. وقتی می بینم که آنقدر می ترسد نابود می شدم. هیچ کاری از دستم بر نمی آید. ای کاش می توانستم ترسش را از او بگیرم. ای کاش. برادرم را به چه حالی انداختند؟ چقدر عذاب کشیده است. تنها دلیلش برادرم است. مصطفی را قربانی ترسهای خود کرد. لکن همه تاوان کارشان را روزی پس خواهند داد. صبر کن. نمیتوانم. نمیشود. مرا نمیخواهید؟ مسئله این نیست. تو بیش از حد تصورم زیبا هستی. خب پس چرا؟ سوالی نپرس. ناراحت نشو. در ارتباط با تو نیست. نمیتوانم. به حرم بازگرد. بیا. ملک. موضوع مهمی که میخواهی بگویی چیست؟ اسکندر، من... چرا این چنین هستی اسکندر؟ چرا فرار میکنی؟ این همه سال احساسم به خود را نمیبینی؟ ملک، تو خیلی باارزش هستی. باور کن ناراحت کردن تو آخرین چیزیست که من میخواهم. لکن ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ من از حرم سرور ما نیستم. آزادم. اگر تو نیز بخواهی، نمیخوام.
حتما کس دیگری هست. هست مگر نه؟ برای همین گردن بندت رو باز کردی؟ آره هست. سال هاست که قلبم متعلق به کس دیگری است و برای کسی به جز او جایی نیست.